خبری از پاکستان. با افزایش 83% حملات تروریستی در پاکستان، آگوست خشونت بارترین ماه در 9 سال اخیر در این کشور بوده است. مؤسسه مطالعات منازعه و امنیت پاکستان در این ماه 99 رویداد تروریستی را ثبت کرده که منجر به مرگ 112 نفر و زخمی شدن 87 نفر شده است. بر اساس گزارش این مرکز تحقیقاتی، حملات تروریستی در ماه آگوست در مقایسه با ماه ژوئیه 83% افزایش داشته و از سال 2014 به این سو این بالاترین آمار حملات تروریستی در یک ماه در پاکستان است. این اندیشکده پاکستانی در ماه ژوئیه 54 مورد حملات تروریستی را در این کشور ثبت کرده بود. بر اساس گزارش این نهاد، پاکستان در 8 ماه نخست سال جاری میلادی شاهد 22 مورد حمله انتحاری بوده که باعث مرگ 227 نفر و زخمی شدن 497 تن شده است. بر اساس آمار این مؤسسه، میزان حملات در ماه آگوست در مقایسه با ماه جولای در ایالت بلوچستان 65% و در مناطق قبیله‌ای 106% و به همین ترتیب در ایالت خیبر پختونخوا 83% افزایش داشته است. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، در ماه مرداد 1400 رسانه‌های پاکستان همواره از افزایش خشونت در پاکستان گزارش دادند. عامل بیشتر خشونت‌ها در پاکستان تحریک طالبان پاکستانی دانسته می‌شود. آقای افضل رضا، کارشناس مسائل افغانستان و پاکستان، با ما همراه هستند. آقای افضل رضا سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب خدمت شما همکار عزیز و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم شبکه مقدس امام حسین علیه السلام. مهمترین دلایل و عوامل افزایش حملات تروریستی در پاکستان چیه؟ بفرمایید. با تشکر. خب بعد از طبیعتاً سقوط کابل و روی کار آمدن گروه به اصطلاح طالبان در افغانستان، اونچه که رهبران نظامی و سیاسی پاکستان می‌اندیشیدن و تصور می‌کردن که می‌تونن با همکاری طالبان در همسایه غربی خودشون بر پدیده تروریسم غلبه پیدا کنن، البته برعکس اون تصورات دولت مردان پاکستانی شد و ما طی 2 سال اخیر شاهد رشد چشمگیر و فوق‌العاده افزایش حملات، بمب‌گذاری‌ها و بالاخره اقدامات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان، به ویژه در مناطق هممرز با افغانستان، با پاکستان با افغانستان هستیم که اخیراً هم یک حمله تروریستی در شهر بنو جون 9 نفر نظامی رو پاکستانی رو می‌گیره. حضور فرمانده ارتش یک روز پس از حمله تروریستی در این منطقه ثابت میکنه که رهبران نظامی پاکستان به شدت تحت تاثیر و در شک هستن که چگونه پدیده‌ای که از سال 2009 با اون مواجه شده و چند تا عملیات ضد تروریسمی از سال 2009 تا 2017 اینا آغاز کرده بودن برای چالش تروریسم، ولی میبینیم که 2 سال اخیر دوباره این موج تروریسم تمام پاکستان رو در بر گرفته و به شدت پیامدهایی رو بر اقتصاد کشور پاکستان نیز در بر گذاشته است. ما طی 1 سال گذشته بعد از تغییر دولت در پاکستان و روی کار آمدن دولت جدید، همزمان با بحران اقتصادی شاهد افزایش حملات هستیم و این سوال بین ناظران سیاسی و امنیتی در پاکستان هستش که چگونه کشوری که تونسته تو 20 سال به نحوی با چالش تروریسم دست و پنجه نرم بکنه و این حملات بین سال 2014 تا سال 2018 یک کاهش نسبی داشته، چگونه الان میتونن رو این غلبه کنن؟ این سوالی هست که تمام ناظران بالاخره از رهبران نظامی سیاسی پاکستان و مردم دولت خودشون میپرسن. جناب افضل رضا، اسلام آباد همواره از قدرتگیری طالبان در افغانستان خوشبین بوده. چطور شد که با تسلط طالبان حملات در پاکستان افزایش یافته؟ ببینید،
چالش اصلی الان بین دولت طالبان افغانستان و پاکستان یک بی‌اعتمادی به شدت عمیق بین دو دولت هستش. ما یک سری از بازی اتهام و بالاخره متهم شمردن مقامات دو کشور هستیم. رهبران نظامی پاکستان مستقیما دولت طالبان رو متهم به نقض پیمان صلح دوحه میدونن، از اون ور مقامات طالبان نیز از وزیر کشورشون گرفته تا وزیر خارجه و وزیر دفاع همواره دولت پاکستان رو متهم میکنن به کمکاری و میگن که آقا شما مشکلات خودتون در داخل حل و فصل کنید. در این بین سکوت آمریکا بسیار برای پاکستانیا باعث ابهام هستش که چرا آمریکا با وجودی که اینکه یک خروج غیر مسئولانه از افغانستان داشت تا حالا نتونسته یک اقدامی برای هماهنگی بین همکاری خودش با پاکستان بتونه کمک کنه تا بر چالش تروریسم و پیگیری آن از سوی طرفهای افغانستانی کمک بکنه. خب طبیعتاً تی دو ماه اخیر هم ما شاهد فشارهای پاکستان و دولت افغانستان بودیم و به نظر میرسه این ادامه خواهد داشت. بالاخره این فضای بی‌اعتمادی اجازه نمیده این همکاری ها یک مسیر راحتی رو بین دو کشور طی بکنه. بله، با تشکر از آقای افضل رضا که با ما همراه بودند.